سلام مردم خبری های عزیز، بخش خبرهای ساعت 8 رو پنجشنبه سوم بهمن در یک روز تمام برفی با شما عزیزان آغاز می‌کنیم و ضمن اینکه با توجه به مصرف بالای گاز هم برای اینکه مردمان همه شهرهای کشور عزیزمون لذت این برف رو و روزهای برفی رو ببرن، گفته شده که یک مقدار صرفه‌جویی انجام بشه، همونطور که البته وزیر نفتم گفته بود که ما نمیگیم مردم بلرزن از سرما، ولی یه مقدار اگه کمتر مصرف کنن و صرفه‌جویی بشه، همه مردم در شهرهای مختلف هم میتونن استفاده بکنن. به هر حال این نعمت خدادادی و برفی است که بر سر مردم باریدن گرفته و خدا رو شکر میکنیم. بریم سراغ سوژه های خبری امروزمون، سوژه های خارجی به خصوص. هم دیشب هم امروز در فضای مجازی بسیار داغ بوده بازارشون و با گاف حساب کاربری دولت آمریکا در یوتیوب آغاز میکنیم. گاف حساب کاربری کاخ سفید بعد از دیدار ترامپ با برهم صالح رئیس جمهور عراق که در حاشیه اجلاس داووس برگزار شده در سوئیس، اکانت کاخ سفید در یوتیوب با انتشار ویدیوی این دیدار نام ایران رو به جای عراق منتشر کرده. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که این گاف میتونه نه یک موضوع سهوی بلکه فرایند هدفدار جهت زمینه سازی دیدار و مذاکره رؤسای جمهور ایران و آمریکا باشه. از کشور ما بروید. پوسترهایی که میان کاربران عراقی دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با تظاهرات ضد آمریکایی فردا جمعه، در آستانه تظاهرات میلیونی روز جمعه مردم عراق جهت اخراج نظامیان آمریکایی از کشورشون، این پوسترها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. مردم عراق خودشون رو جهت تظاهرات میلیونی جمعه علیه اشغالگران آمریکایی آماده می‌کنند. مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق هم از مردم این کشور خواسته در تظاهرات میلیونی جهت محکومیت حضور نظامیان آمریکایی در عراق شرکت کنند و در بیانیه نوشته عراق شما را به فریاد می‌خواند، سستی و کوتاهی نکنید و به فریادش برسید. از سومری نیوز هم گزارش داده که آقای مقتدی صدر در این بیانیه گفته کشورم جای غریبه‌ها نیست. به هر حال گویا آقای مقتدی صدر متوجه شده که باید به جای مسائل داخلی هدف رو علیه خارجی‌ها و اخراج نظامیان آمریکایی در حقیقت بگیره. تکنیک‌های رسانه‌ای کلاه‌سفیدهای سوریه هم این بار در میدان التحریر بغداد، ویدیویی که زودتر از موعد مقرر به صورت زنده پخش شده، جالب توجه هستش که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بسیار بازتاب داشته. ابتدا یک بار با صدا این ویدیو رو ببینیم، بعد من روش توضیح خواهم داد. ببینیم با هم. تکنیک آشنای کشته‌سازی این بار در عراق انجام شده. آشوبگران عراقی موسوم به انقلابیون جوکری در تازه ترین اقدام خود جهت تحریک مردم این کشور و ایجاد آشوبهای ساختگی به تکنیک‌های رسانه‌ای آشنا در بحران سوریه روی آوردند. در روزهای اخیر ویدیویی از میدان التحریر بغداد، محل اصلی تجمع‌ها، منتشر شده که نشون میده گروهی از آشوبگرها جهت تحریک مردم علیه نیروهای امنیتی عراق آشکارا و در روز روشن در حال تولید نمایشی ساختگی از نحوه برخورد خشن با معترضانند. قبل از این در بحران سوریه هم تروریست‌های معروف به کلاه سفیدها بارها از این تکنیک رسانه‌ای استفاده کردند تا با کشته‌سازی‌های دروغین مردم معترض را عصبانی‌تر و علیه نیروهای امنیتی، نظامی و دولتی تحریک کنند. اما برگردیم به داخل کشور و چند تا تکذیبیه داریم. تکذیب تیراندازی سارقان به دو خودرو در ماهشهر،
پس از انتشار فیلمی در فضای مجازی درباره تیراندازی سارقان به خودروی ال90 باری و سرقت یک دستگاه خودرو در ماهشهر، فرمانده انتظامی این شهر گفته که تیراندازی سارقان به دو دستگاه خودروی ال90 باری و سرقت یک دستگاه خودروی ال90 باری در این شهر واقعیت نداره. خبر بعدی چیزیست که فالس نیوز نوشته، اخذ همزمان مالیات و عوارض خروج از کشور صحت نداره. نمایندگان مجلس سازمان مالیاتی رو مکلف کردن تا بابت خروج از کشور از مسافران مالیات و اون رو به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند و روزنامه‌ها تیترهای انتقادی نسبت به این موضوع زدند. اما اصل ماجرا این بوده که مالیات خروج از کشور پایه جدید مالیاتی نیست، همون عوارض خروجیه که قبلا تعریف شده. چون عوارض باید به شهرداری‌ها پرداخت بشه، صرفاً نام اون به مالیات تغییر کرده تا منابع به خزانه کشور واریز بشه. و خبر آخرمون در این بخش خبری، شایعه چرخش 180 درجه فدراسیون فوتبال هست به سمت امیر قلعه نوعی. شنیده ها کی از اینه که یکی از مدیران ارشد فدراسیون فوتبال در اصفهان حضور پیدا کرده و با امیر قلعه نوعی سرمربی تیم فوتبال سپاهان به عنوان یکی از گزینه‌های سرمربیگری تیم ملی جمهوری اسلامی ایران جلسه ای رو برگزار کرده. بعد از این شایعه باشگاه سپاهان اصفهان در واکنش به مذاکره قلعه نوعی و فدراسیون فوتبال توییت کرده که همونطور که ملاحظه می‌فرمایید توییت باشگاه سپاهان هست که امیر قلعه نوعی گفته هیچ گونه مذاکره‌ای برای حضور در تیم ملی انجام ندادم، تمرکزم تنها به سپاهان و شروع دور برگشت لیگ هست، لیگ برتر. خب همونطور که میدونید آقای علی دایی چهره سرشناس فوتبال ایران در فدراسیون فوتبال حضور پیدا کرده بوده برای بستن قرارداد به عنوان سرمربی تیم ملی. البته هنوز خبر قطعیش نیومده. حالا صحبت‌ها که درباره آقای امیر قلعه نوعی شده از طرف باشگاه سپاهان تکذیب شده و خود آقای قلعه نوعی. با تلویزیون اینترنتی مردم خبر همراه بمانید.